آخرین خبر از پرونده آرمان و غزاله. آرمان حکمش چهارشنبه 28 مهر ما اجرا میشه. ماجرای پول گرفتن شاهین صمدپور از پدر آرمان و تهمتایی که بهش زدن هم تو این ویدیو میبینیم. پس تا پایان با ما همراه باشید. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزنید و مشترک کانال ما بشید. خب پرونده آرمان و غزاله توی چند روز اخیر کش و قوسای زیادی داشت و بارها حکم به تعویق افتاد و شایعات زیادی مبنی بر اینکه غزاله شاید زنده باشه و کلن آرمان نباید قصاص بشه مطرح بود. وکلای این پرونده هم تمام تلاش خودشونو کردن که بتونن آرمان رو نجات بدن، ولی مثل اینکه قاضی اجرای حکم رو به روز چهارشنبه موکول کرده و آرمان قراره که در روز چهارشنبه حکم اعدامش اجرا بشه. تحقیقاتی هم که ارائه شده مبنی بر این که توی زاهدان چند نفر شاهد غزاله رو دیدن، مثل این که انجام شده و نتیجه نداده، چون اگه نتیجه میداد که حکمو به تعویق باور مینداختن برای تحقیقات بیشتر، ولی مثل این که نتیجه نداده و حکم قراره روز چهارشنبه 28 مهر ما اجرا بشه. توی این چند سالی که پرونده آرمان و غزاله در جریان بوده، شاهین صمدپور یکی از افرادی بودش که خیلی تلاش کرد که بتونه رضایت رو از خانواده غزاله بگیره. بارها خودش به همراه هنرمندان و افراد معروف مثل پرویز پرستویی، احسان علیخانی رفتن خانواده غزاله رو دیدن و ازشون خواهش کردن که رضایت بده، ولی در نهایت این اتفاق نیفتاد و قراره که حکم آرمان 28 مهر ماه اجرا بشه. حالا این وسط مردم همیشه تر صحنه ریختن توی پیج شاهین صمدپور و فوش بارون و تهمت بارونش کردن و گفتن که تو از پدر آرمان پول گرفتی و قراره به هر طریقی که شده از خانواده غزاله رضایت رو بگیری، و این احساساتی کردن خانواده غزاله و توی فشار قرار دادنش کار درستی نیست. شاهین صمدپور هم در جواب همه این تهمت‌هایی که بهش نسبت دادن یه سری جواب مفصل داد که به صورت خلاصه بخوام بهتون بگم، قسم خورده بود که از هیچ کسی پولی نگرفته و تمام تلاشی که برای نجات آرمان انجام داده برای هر نوجوان زیر 18 سالی انجام میداد. شاهین صمدپور گفت من یه معلمم و اگه دنبال پول بودم نمیرفتم شغل معلمی رو انجام بدم. سال هاست که معلم نوجوانا توی کانون و معلم زندانیای مختلف بودم. از نزدیک مشکلاتشون رو دیدم و سر همینم هم هستش که میگم با اعدام مخالف هستم. بهش حبس ابد بدن تا ابد زندانش کنن ولی اعدامش نکنن. آرمان اگه جرمی هم مرتکب شده باشه توی سن پایین بوده و شاید عقلش کامل نشده بوده اون موقع. الان فهمیده چه اشتباهی کرده و الان نباید اعدامش کنن. واسه همینم هم هستش که من دارم تلاش میکنم که از خانواده غزاله رضایت بگیرم. حالا این خانواده رو میدونم، ولی بازم میگم که کار درست بخشیدن و اعدام نکردنه. خلاصه که کل ماجرا این بودش. نظر شما چیه؟ به نظر شما آرمان مجرمه و اینکه شاهین صمدپور این کارهایی که میکنه در راستای رضایت گرفتن از خانواده غزاله کار درستیه؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها بنویسید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. باز اگه اخبار تکمیلی درباره این پرونده منتشر شدهش حتما به اطلاعتون میرسونم. ممنون از وقت و توجهی که به این ویدیو داشتید. همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.